اعتیاد روزافزون و کاشت مواد مخدر در افغانستان مسئله است که رنج و فلاکت فراوانی برای مردمان این جغرافیا به وجود آورده است. هرچند دولت در راستای محو این پدیده تلاش‌های زیادی را انجام داده است، اما آنچه دیده می شود هنوز هم ناکافی خوانده می شود. در این حال علمای دین در ولایت بادغیس در یک گرد همایی که به منظور مبارزه با کاشت مواد مخدر برگزار شده است، خواستار راه بدیل در امر کاهش کاشت مواد مخدر هستند. آنان میگویند که مافیای مواد مخدر دست زورمندان است و این مسئله باعث ناکامی برنامه های حکومت در امر مبارزه با این پدیده می شود. در قسمت کاهش مواد مخدر، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر یک راهکار ارائه بکند، چون که امروز بیشترین تولید، ترافیک، قاچاق و فروش و خرید مواد مخدر توسط کسایی میشه که اونا قدرت دارن و اونا جلوگیری از اونا توسط امکانات دولتی و نیروی دولتی مشکل است. بنابراین باید شیوه جلوگیری از مواد مخدر و مواد مخدر باید تغییر داد. در همین حال مسئولان در ولایت بادغیس از ساکنان این ولایت میخواهند تا اداره محلی را در امر مبارزه با کاشت و قاچاق مواد مخدر همکاری نمایند. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در بادغیس گرد همایی ساکنان این ولایت را در امر مبارزه با مواد مخدر به فال نیک می‌گیرند و برگزاری چنین گرد همایی ها را در امر کاهش کشت مواد مخدر مؤثر عنوان می‌کنند. طبعا محافلی که اقشار مختلف جامعه در او اشتراک کنند میتونه تاثیر مثبت از اضرار و استعمال مواد مخدر در بین جامعه داشته باشه. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بادغیس میگوید که بیشتر مواد مخدر در مناطق زیر کنترل طالبان مسلح کاشت شده است. وی همچنان میگوید که برنامه تخریب 100 هکتار زمین زیر کاشت مواد مخدر را بعد از منظوری شورای نظامی روی دست گرفتند. در این زمینه مسئولان در ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات نیز از معرفی کشاورزانی که اقدام به کاشت مواد مخدر در این ولایت نمایند به نهادهای عدلی و قضایی خبر دادند.